نصیحت فرانسی وادن و موشه مرشه قیلت یعقوب در مورد ابراهام اوینو ما میبینیم که اب همون گوین خونده شده، یعنی پدر تمام اقوام. چرا ابراهام اوینو اب همون گوین خونده میشه؟ به خاطر اینکه چندین دلیل داره. مهمترین دلیلش به خاطر اینه که اهمیت میده ابراهام اوینو به کل دنیا، یعنی نمیاد ابراهام اون توجهش را مختص بکنه فقط به یک گروه خاصی. ابراهام اوینو حتی وقتی که سدوم و عمورا قرار خراب بشه تفیلا میخونه، برای سدوم و عمورا با خداوند بحث میکنه، شاید اونجا 50 صدیق هستن، همینطور میاد پایین و سعی کنه حتی سدوم و عمورا را نجات بده. این خیلی مهمه تو دنیای ما امروز هم همینه. خیلی مهمه که ما فقط به فکر خودمون یا فقط حتی فقط به فکر هم اسرائیل نباشیم، حتی به اومت العالم، به هر انسانی با هر فکری، با هر ایده، با هر ملیتی. خبیب آدم شنیک را به سلم، آدم خیلی عزیزه که به سلم الوکیم آفریده شده، یعنی در قالب الهی آفریده شده. در نتیجه انسانیت حکم میکنه که ما محدود به یک ملیت خاص نباشیم. ما به هر کسی، به هر انسانی که میتونیم کمک بکنیم، حتی اگر که همدینمون نیست، حتی اگر همکیشمون نیست، حتی اگر که اصلا کاری به ما نداره، ملیتش ارتباطی با ما نداره. بله، در حلقه اومده که یه سری پیاروتی و اولویت ها وجود داره که آدم مثلا میشباخهای خودش، خانواده خودش اولویت داره اگر کمک میخواد، به کسی که خانواده خودش نیست. افراد شهر خودش اولویت داره به این اخرت. مسلماً هم کیشش، هم دینش، کسی که خداپرسته، کسی که اعتقادات خودش رو داره اولویت داره به کسی که نیست. ولی به هر شکل ما خودمون رو محدود نکنیم فقط به یک گروه خاصی که مثل ما فکر میکنن. ما به هر کسی که میتونیم کمک بکنیم موظفیم که کمک بکنیم. هر کسی که میتونیم کمک، منظورم حتما کمک مالی نیست، به هر شکلی دستش رو بگیریم موظفیم که این کار رو بکنیم و نباید خودمون را محدود بکنیم. این یه مسئله بسیار بسیار مهمه. خیلی معصیات در این رابطه که عرض کردم هست، خیلی داستان ها. مثلا در مورد شیمون بن شاتخ، شیمون بن شاتخ تبوفت زوگوته، اصلا قبل از تنهایی گادول مربان شیمون، کسی که اسمش در میشنا بدون راب ریبی ربان اومده، این درجهش از ربان که از راب و ریبی بالاتره بالاتره. شیمون بن شاتخ همچین درجه ای رو داشتن. در مورد شیمون بن شاتخ که ما را یک معصیه رو تعریف میکنه که یه اولاغی میخره، از کی؟ از یه آدم بت‌پرست، از یه عبید عبودازارا، از یه آدم بت‌پرست. شیمون بن شاتخ یه اولاغی رو میخره و وقتی که میاد این در خرجین این اولاغه یه الماس پیدا میکنه، یه برلیان پیدا میکنه که اصلا خودمون بت‌پرسته نمیدونسته که همچین چیزی را فروخته، نمیدونسته همچین برلیانی هست. و تلمیدیمش میگن خب میدونید عبدت گوی موتره، یعنی از اصل قانون تورا گفته عبدت آخیخا، یعنی گم شده برادرتا باید برگردونی. کسی که هم مسلکته، هم فکرته، کسی که خداپرسته، کسی که اسرائیله، از اصل قانون گم شده یه بت‌پرستا آدم موظف نیستش که برگردونه. تلمیدیمش میگن که میگن آه ریبی دیگه هم زندگی خودتون تأمین شد، هم علام هتورا دیگه با این برلیانه ما میتونیم همه چیزا تأمین بکنیم. شیمون بن شاتخ میگه که نه، میره گویه رو صدا میکنه، میگه که این برلیان من از تو خمار خریدم، یه خر خریدم، علاق خریدم، اینو میخوام بهت برگردونم، این تو خرجینه این علاقی بود که به من فروختی. و این گویه میگه، سرشو بلند میکنه، میگه باروخ الوهه شیمون بن شاتخ، متبارک باد خدای شیمون بن شاتخ. این بزرگترین دیروششمه که یک
عبد عبدالزارا بیاد بگه که واه ببین این اسرائیله و اومده این کار کرده. تا به امروز ببینید اجداد ما اینجوری زندگی میکردن، پدران ما، و ما موظفیم اینجوری زندگی کنیم. تا به امروز شما تو ایران، تو بازار ایران که میرید، تو ایران اصلا با کردیت چیز نمیفروشن، چک به هیچ عنوان قبول نمیکنن، یعنی همه چی نفت. همونجا کارت میکشی دستگاه کارتون، اگر کشیدی ببر، اگر نه بخوای چک بنویسی، به خاطر اینکه چکا برگشت میخوره، یعنی به هیچ عنوان هیچ کس حاضر نمیشه که چک قبول کنه. ولی بارها شده برای خود من یا برای کسایی دیگه تعریف کردن برام، شما اگه بری بگی که من یهودیم، من اسرائیلم، این جنسه رو به من بفروش، مثلا قسطی بفروش، چک میدم. میگه بخوابود، نمیگه بخوابود، داری منظورش همین. و حتما چرا؟ به خاطر اینکه یه اعتباری اجداد ما دارن، پدرای ما، پدر بزرگای ما با اعتبار زندگی کردن، هیچ وقت پول کسی رو نخوردن، هیچ وقت اگر به کسی بدهی داشتن نشده که این بدهی رو پرداخت نکنن. این خیلی ارزش داره، این بزرگترین قیدوششمه، یعنی میدونن که یه اسرائیل وقتی که میاد خرید میکنه، اگه بدهی داره این بدهی رو میده، هیچ وقت نمیاد پول کسی رو بخوره. زندگی ما باید اینجوری باشه و هر جا هم که میتونیم به هر کسی کمک بکنیم، نه یا این فرق بذاریم بگیم این اسرائیل، این گوییمه، این عبد عبدالزاراست، این خداپرسته، نه، کمک بکنیم. این مسئله هست، حتما شنیدید در مورد نودب یهودا. نودب یهودا بیخسک لندا راو پراگ بودن حدود 200-300 سال قبل. ایشون یه شب پسخ نشسته بودن تو خونه و بعد سدر، بعد از اینکه مراسم سدر رو برگزار کردن، میرن در میزنن، خدای کیه، نصف شب، شب اول پسخ، میرن در رو باز میکنن، میبینن که یه مسیحی یا غیر اسرائیل پشت دره. آن چیکار داری؟ میگه حالا بذارید من بیام تو. حالا میترسه، میگه کیه، چیکار داره؟ اوکی بیا تو ببینم چی میخواد. میاد میشینه و میگه که آراف اینجا میخوام سکرت بمونه که من اومدم، این بیکور من، ولی اومدم یه راز بسیار بسیار مهمیه برای شما افشا کنم، و اون اینه که تمام پلترا، تمام لختوما، تمام نونواهای شهر اتحادیه اومدن یه توطئه‌ای کردن بر ضد اسرائیلا، چون میدونن بعد پسخ بلافاصله تا متصاعد پسخ همه میرن همه اسرائیلا نون میخرن، و اینا میخوان یه سمی بریزن توی تموم نونا که اون شب اسرائیل میخوان برن بخرن، همه شهر رو نابود بکنن. و مواظب باشید، من وظیفه بود که شما بگم، حالا دیگه شما هر کاری خودتون میخواهید بکنید، اصلا که خفمات خواهد، هر کاری میدونید بکنید، فقط آشکار نکنید که من این مسئله رو اومدم گفتم. و خب نودب یهودا ازش میپرسه، میگه که تو خودت نونوایی، تو خودت چرا با اینا نیستی؟ دلیلش چیه که داری این لوشون میدی؟ میگه که آره بذارید براتون تعریف کنم. منو شما نمیشناسید، ولی من وقتی که بچه بودم، شاید 5 سالم بود، یتیم شدم و منو گذاشتن شاگرد یه نونوایی شدم، و نونوایه نونا رو میداد به من که تا شب بفروشم، اگر تا شب نمیفروختم وقتی برمیگشتم کتک دنیا رو به من میزد، سیاه میکرد. یه شب، یه روز من نونا رو فروختم، همه هم تونستم بفروشم، خیلی هم خوشحال بودم، ولی پولا رو گم کردم. نشسته بودم گوشه خیابون، داشتم عشق میریختم، میدونستم که برگردم میکشه من نونوایه. شما اومدید از اونجا داشتی رد میشدید و من میدونستم شما راب اسرائیلایی، و اومدی گفتی که چته، چرا داری گریه میکنی؟ من گفتم اینجوری شده، و شما کل اون پول اون نونا رو اون روز به من دادی. من یه بچه مسیحی بودم، اشکالی هم به شما نداشتم، ولی شما اومدی و کل اون پولی که من از دست داده بودم بهم دادی و منو نجات دادی. هیچ وقت من این یادم نرفت و الان وقتشی که برای شما جبران میکنم. الان من جبران میکنم. و حالا نودب یهودا میان اعلام میکنن، میگن که ما تو تقویم اشتباه کردیم، یه روز باید اضافه بگیرید، و یک روز اضافه میگیرن، تموم نونایی که آلوده به سم بوده همه اینا بیات میشه، میزن دور. انقدر پررو بودن حتی میرن شکایت میکنن از اسرائیل ها. خود نودب یهودا راه شهر میاد،
میگه که نونا رو بیارید، میگه خودتون بخورید. نمیخورن، یه سگ بیارید بهش بدید بخوره، سگ تا میخوره میمیره. و اینجوری کل اسرائیل ها نجات پیدا میکنن. داستان ها در این زمینه زیاده. ببینید کلن ما از ابراهام آوینو این را یاد میگیریم، اب همون گوییم. آدم فقط نباید به فکر خودش باشه یا به فکر قوم خودش باشه فقط یا ملیت خودش باشه، نه، به هر انسانی که میتونید کمک بکنید هر زمان هر شرایط کمک بکنید. مفرنسین انیه اکوم ایم انیه اسرائیل، حلاخاست حلاخا مفرشه شمخانه رو که حتی انیمه، حتی بودپرستا، نیازمندهای بودپرست، فردهای بودپرستا با نیازمندهای اسرائیل پرناسا میدن، بهشون کمک میکنن. و این بسیار بسیار مهمه. بذارید یه داستان دیگه هم براتون تعریف کنم. این داستان رو شاید خیلی‌ها نشنیده باشید. از میدراش و ایبرار عباس. داستان خیلی قشنگه. میدراش تعریف میکنه که این داستان دوره تنعیم اتفاق افتاده. ربی عبیبا، ربی یهوشوع و ربی الیزر بن هورغانوس. تنعیم بزرگ. اونا کلل داشتن، ابرخیم داشتن، تلمید خخامیم داشتن و خیلی وقتا نیاز بوده که پرناساشون رو تأمین کنن. کجا میرن؟ اون موقع آمریکا نبوده، انتاکیه بوده، انتوخیا. انتاکیه یه جایی هستش در ترکیه امروزی، اون موقع یه شهر بسیار بسیار بزرگی بوده که مرکز بیزنس دنیا، مرکز ثروت دنیا بوده. اینا میرن به انتوخیا، میرن به انتاکیه و یه آشیری بوده که همیشه بیاد به خوا عالی کمک میکرده بهشون. هر بار که اینا میومدن، این اسم آشیره ابایودان بوده. این ابایودان یه مبلغ خیلی بزرگی هر سال کمک میکرده برای تعمیر خخامیم ارس، برای یشیواشون. اون سال که میان ربی عقیبا و ربی اوشوع و ربی الیزر بن هورغانوس، ابایودان کلن کل پولش را و بیزنسش را از دست داده بوده و ورشکست شده بوده، یعنی همه چیزا باخته بوده. حالا نمیگه گمارا، میدراش نمیگه که چی شده بوده، ولی فقیر شده بوده. تنها چیزی که براش مونده بوده یه خونه بوده که توی زندگی میکرده و یک زمین کوچیک. و وقتی که میشنوه که این خخامیم اومدن، سه روز خودش رو تو خونه قایم میکنه، سه روز نمیره تو خیابون تو بازار. زنش میگه چی شده؟ چرا هر روز داره میمونی تو خونه؟ چرا از خونه بیرون نمیری؟ عشق میزه، میگه که من خجالت میکشم. من هر سال که اینا میومدن، من به یاد رخوا با تمام توانم به اینا کمک میکردم، میلیاردی چک مینوشتم. الان من چی بگم بهشون؟ نمیتونم کمک بکنم، هیچ پول ندارم. زنش از خودش میدراش میگه که صدیق‌تر بوده، صدیقت میگه که ما یه زمینه برامون مونده، بیا یه کاری بکن، این زمینه رو نصف کن، نصفش رو بفروش، نصفش هم داریم کار میکنیم روش، کشاورزی میکنیم، اون نصفه رو که فروختی اونا پولش رو بده، چیزی هم نمیشده، پول نمیشده، اونا کمک بکن که باز جوری نباشه که امسال تو هیچی ندی. میاد زمینه رو میفروشه، یه زمینه کوچیک بوده، 5 سکه میگیره در ازای اون نصف، زیاد پولی نبوده، پول کمی بوده، 5 سکه میگیره و این 5 سکه رو میره پیش خخامی و میگه که من متاسفانه ورشکست شدم اینا، ولی همین قد دارم و اینو بگیر. خخامی هم میگیرن، میگن همقومی بله خسرونخا، خدا خسران تو را اون کمبود تا پر کنه، جبران کنه، کمکت بکنه و میرن، میرن شهرهای دیگه. این اون نصفه زمینی که مونده بوده براش، میدراش تعریف میکنه، میره داشته شخ میزده با یه گاوی، ترکتور نبوده، با گاو شخ میزدن، گاو و گاو آهن. در حینی که داشته شخ میزده، یه دفعه پای گاوه میره توی یه چاله ای و میشکنه. اینم میگه که وای گاو، وای بدبخت شدم، اینم یه گاو هم داشتیم و اینم گاوه هم که دیگه از دست دادیم. میره پای گاوه رو در بیاره از توی این چاله، میبینه که زیر این چاله یه معاراس، یه قاره. میکنه میبینه که اون زیر یه جای بزرگیه که توش گنجه، توش گنجه، سکه های طلاست. اینا رو در میاره و از قبلش ثروتمندتر میشه.
وقتی که خخامیم داشتن برمیگشتن که برن دوباره به ارست، دوباره از همون شهر رد میشن، میرن چه کار رو جمع بکنن و معمولا رسمشون این بوده که میومدن و کسایی که کمک کرده بودن یه مهمونی میگرفتن و ازشون تقدیر میکردن، کسی که بیشترین کمک رو کرده بوده میذاشتنش در رس بشینه. میان میگن، میپرسن، میگن ابایودان کجاست؟ ابایودان نیومده، میخواستن اونم دعوتش کنن با وجود اینکه پول کمی داده بوده و از کسی که میپرسن میگه ابایودان دیگه با شاه آلوده نمیخوره این. که ما میدرش میگه این با شاه هم دیگه نمیشینه، شما میخواید ازش وقت بگیرید، اوه برید چند سال دیگه بیاد، اینقدر ثروتمند شده که دیگه اصلا امکانش نیست. میگن که باشه، فقط اینا رو خبر بدید بهش که ما اینجاییم. تا میشنوه میاد و یه کمک بسیار بزرگی میکنه به خخامین. خخامین میگن که ببین یه چیزی بهت بگیم، قبل از اینکه اصلا تو بخوای کمک کنی و ما بفهمیم ثروتمند شده بی، ما اسم تو را روشپرک نوشته بودیم که تو در رأس بشی، با وجود اینکه مبلغ بزرگی کمک نکردی، چون واقعا تو همون پولی که دادی با مسیرود نفش دادی، همون مبلغ کمی که دادی اونا با مسیرود نفش دادی. این داستانیه که میدراش تعریف میکنه، یعنی اخادم من روی بخادم من میت، مهم نیستش که آدم چقدر کمک میکنه، مهم اینه که واقعا ویلبر شیخ اون لیبولا شمعین کواناش نشم شمعین باشه و در حد توانش کمک کنه. از این نیستش که چقدره، یه موقع یکی میبینی که 1,000,000 دلار داره میده ولی واقعا کواناش نشم شمعین نیست، یا اینکه کمتر از اون حدیه که انتظار میره ازش توانشه، این اونی که 1 دلار میده ولی کواناش شمشمعیمه و همون قدریه که میتونه در حد توانشه، اون درجهش بالاتره رو میدراش میگه. اما